نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، هموطنان و وطنداران گرامی. چال دارین؟ امیدوارم که در هر جای این جهان زیبا که هستید ایام به کام باشه و لباس عافیت به تن داشته باشید. خوش آمدید به یک دیگر از گزارش‌های ما از شهر باستانی هرات. امروز آمدیم به ساحه چهارراهی اسماعیل خان شهر هرات. در این چهارراهی که ما قرار داریم، این چهارراهی را به نام چهارراهی اسماعیل خان یاد میکنند و در واقع یکی از ساحات بسیار قدیمی شهر باستانی هرات هست و من جادار معرفی بکنم امی قسم که به سمت جنوب حرکت بکنیم، میریم به چوک سینما. به این سمت که حرکت بکنیم خیابان ابن سینا که چند سال میشه نامگذاری شده، ولی این طرف را به نام جاده معبس یاد میکنند. و به سمت شمال که حرکت بکنیم، طرف شمال میریم به طرف باغ آزادی یا سرک باغ آزادی طرف یاد میشه. و به سمت غرب که حرکت بکنیم به نام جاده اسماعیل خان یاد میشه که در واقع یکی از مناطق به اصطلاح معروف هرات هست و گزارش خود از اینجا آغاز میکنیم. در مورد دمای هوا هم خدمت شما عرض بکنم که این روزا بالای 40 درجه سانتیگراد هست. هوا بسیار گرم شده در هرات. خب از هوا که بگذاریم ببینیم که حالا هوای هموطنان ما چیگونه هست. این میوه فروشی خیلی قدیمیه. من خیلی خورد بودم یاد میدادم که از گذشته های بسیار قدیمی و دور میوه فروشی و میوه تر رم دارن، به اصطلاح تربار هم دارن و میوه خشک و میوه ایدم. خب به اون طرف از گذشته های خیلی دور هست. میریم با اینا صحبت میکنیم و از حال و هوای بازار میپرسیم. سلام علیکم. سلام، وقت بخیر. خوبین؟ سجم خوبه؟ سلامتیم. زنده باشین. سلامت باشیم. تشکر. معرفی کنین. عطا عزیزی هستم، یک از بقلای شهر هرات. خوب آقای عزیزی، چند سال میشه اینجی همین بقلی دارین یا میوه فروشی؟ این بقلی که سابقی و زیاده، از 60 سال میشه که این بقلی همی دکون هست. متابع اتفاع همی برارا همی تا پیش میبارین. خوب. یعنی پدر شما اگه وقتی رو پیش ببینید؟ پدرم همی بقلی از اونا بوده که اما لکن زنده هم 60 سال این سابقه داره بقلی. 95 سال هم زنده پدرم همه. خدا من عمر طولانی بده باشه. از کاروبار قصه بکنیم. چطور کاروبار به این گرما؟ کاروبار شکر خوبه، رزیم هوا گرم و همی هفته دو سه روز خیلی گرم شده. کاروبار شکر خوبه. شما خب بیشتر میوه دارین دیگه؟ میوه و کلا میوه جاده و سبزیجات و میوه خشک هم دارین مثلا. شما احتمالاً دیگه بچه همین منطقه این به اصطلاح و خونه هم احتمالاً به اینجا باشه. خونه هم هست، خونه هم به این بیت المونه، به این منطقه. یک معرفی بکنیم اینجا چرا به نام چهارراهی اسماعیل خان یاد میکنند و آیا از اون مناطق سابقه دار هرات؟ چون من در آغاز گزارش گفتم امیر صاحب اسماعیل خان کس چون سابقه دارن به ایراد، کس خونه نم داخل همی جاده، این چهارا به نام از اونا شده، چهارا اسماعیل خان یاد میشه. درسته. از امنیت این منطقه بگیم؟ امنیت شکر خوب، امنیت و واسه که خونه امیر صاحب داخل همی جاده امنیت خیلی خوبه. درسته. این چند سال شما در این چهارایی و در این ساحه حتما دیگه شاهد رویداد بد امنی و ناامنی نبود؟ به این چهارا ندیدیم. متو جدا بالاتر چرا ناامنی هست؟ ناامنی کویرات زیاده، متو به این چهارا تاله ندیدیم. سایی که ما قرار داریم در چند سال گذشته تغییراتی به او بیاماده، مثلا به حساب پیشرفت و ترقی؟ پیشرفت بله، چرا ساخت ساز خوب شده، مثلا پیشرفت بیاماده نسبت به سابق. پیشرفت زیاد که در فروشگاه شده، مثلا مغازه خوب شده. از میوه هایی که میفروشیم بگیم، میوه وطنی فلان فصلی بشده یا نه؟ بله فصل، امی فصل کس فصل میوه ایرتی، شفتلو عمله به دست آماده، زردلو به دست آماده، میوه ایرتی دیگه همه به دست آماده. و برای ماه های پیش رو دیگه باید بیشتر هم بشه، هنوز خون نو دیگه به بازار؟ بله بیشتر میشه، به مرور زمان دیگه بیشتر میشه. شنیدم که شما میوه خشک هم دارین. میوه خشک هم دارم. چی دارین؟ میوه خشک هم آجیل دادم، هر رقم میوه خشک بخواین دارین. بسیار.
تشکر از شما. و سوال آخری که از شما دوستا و فامیلا شما به این چند سال مهاجر بشدن به اروپا و آمریکا و کشور آسیایی؟ بله بله. پیام دیش تا بشه میشه تقدیم کنیم از این. هر جا که هستن خوب و خوش باشن، سلامت باشن، پیام زنده. ممنون، اوقات خوشی داشته باشه. شما هم همچنین سلامت باشیم. تشکر. خب از میوه ها گفتم، من میوه ها برای شما نشوندم. آلو گلاس که رسیده، شفتالو، زردالو، آلو، سیب تروشه و هم آلو تروشه و شیرینه که از اینا تلاش میکنم این روزا، دارم تلاش میکنم که به اصطلاح بریم به باغی و جای اصلی رو پیدا بکنیم و گزارش ویژه از هر کدام از میوه های هرات داشته باشیم. منتظر از او گزارشان باشیم بخیر. امید که یک باغ پیدا کنیم، مثل که همون گزارش توت خوری رفتیم باغ توت پیدا کردیم و به تصویر کشیدیم. از میوه هم تلاش میکنم که انشالله به باغا برم و گزارش برای شما تهیه کنم. خب ما همچنان به ساحه چهارراهی اسماعیل خان هستیم و اینجا یک عطر فروشی هست. میریم ببینیم که وضعیت از چی قراره. به به چه بوی خوبی. سلام، روز بخیر. خوب این سر شما خوبه؟ تشکر. سلامت باشین. خوب هستین سر شما؟ سلامت باشیم. تشکر. زنده باشین. سلامت باشیم. نام شما؟ فرید احمد. فرید احمد جان. فرید احمد جان، چند سال میشه که عطر میفروشیم و خوشبویی برای مردم عرضه میکنیم؟ تقریبا حدود 2 سال میشه شروع به این فعالیت کردیم دیگه. فعلا به خدمت همشهریان است. بسیار عالی. عطر فروشی شغل خوبه؟ والا به ایش فعلا شرایط افغانستان میبینین از بیکاری بهتره. من خود واقعیت دو رشته درس خوندم، اداره عامه دولتی فارغ شدم، یکی هم از رشته طبی بخش طبی خصوصی فارغ شدم. ولی شرایط فعلی ایجاد میکنه که به یک چیز آدم نباید اکتفا کنه. دیگه 2 سال میشه کار عطر و زعفران و عسل اینات میکنه. عسل، یعنی عسل و زعفران هم داریم دیگه. چیکار کنیم به موقعیت که هست؟ موقعیت خیلی بروبی های نیه دیگه. ما مجبوریم جنس بیاریم، اجناس بیاریم که فروش کنیم، از مصارف و امرار و معاش کنیم، اینجا غریبی کنیم. درسته. کاروبار خوبه؟ می صرف خود خور میشه؟ یار فعلا خود شکر بر حالت شکر، فعلا وضعیت کشور یعنی به حد نهایی رسیده. یعنی هیچ جوان امیدوار نیه به کشور. خداوند خود از غیب کرم خود انشالله امنیت، ما فقط از خدا میگیم که انشالله به کشور امنیت برقرار شه که انشالله بتونه غریبی کنه. چون که اکثر حال جوان کست سرمایه ملیه، همه جوان ها فعلا کلا فرار کردن از کشور. یعنی خود ما اگه شرایط مساعد باشه از این بدتر بشه، امکان داره کلا فرار کنم از کشور. چون که حالتی هست که اصلا مزه نداره، اصلا کاروبار هیچی. ناامیدی زیاد شده بین جوان های ایران. یعنی واقعیت ناامیدی یعنی از 100% به نظر شخصی خود من شاید 80% ناامیدم. یعنی خداوند دیگه خود از غیب کرم خود. یعنی هفته جاری ما حتی شاهد چند رویداد آدم روبایی و اختطاف بودیم از سمت شهر هرات که اطفال در واقع آدم روبایان رو بودن در روز روشن و فیلم های دوربین های امنیتی و مداربسته نشان میداد که به چی راحتی میشه در داخل از این شهر آدم روبایی کرد که اعتراض های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. و خب طبیعتاً من هم فکر و هم سویم با نظر این برادر خود که خب طبیعیه دیگه وقتی چنین شرایطی بشه یأس و ناامیدی در بین مردم و در بین جامعه ما رفته رفته زیاد میشه. راهکار چیه؟ راهکار اینه که یک لااقل بشینن دیگه. یعنی یک دم طالب، یک دم دولت، یک دم اصلا معلوم نیه. اصلا همه مردم کلن ناامید شدن، اصلا از این حالت خسته شدن. یعنی اگه طالب میگیره طالب بگیره، اگه دولت میگیره دولت، مشخص بشه این سمت، مشخص بشه. روزانه چند شهید میشن، چند خیلی هزارها تعداد شهید میشن. او هر دو نفر، او که طالب کشته میشه او هم الله اکبر میگه، ای که سرباز، ای که بیگناه، همه هر دو مار به جون هم انداختن. واقعیت خود ما انشالله
از عقل خو از فکر خو به کمک الله انشالله بتونیم که از این حالت در بیاییم. واقعیت از این حالت همه کلن خسته شدیم، تنها منی هم، هر کس هر جوان پرسان کنیم ببینیم 100% خسته شده از این حالت، واقعیت مزه نداره اصلا. راست میگیم. و ای که برای شما ای که درس خوندیم، دو دانشگاه خوندیم، سخت نیمیم، حالا دکانداری شغل مقدسیه، من یک زمان دکانداری کردم، هیچ عیبی نداره و مال هم افتخار میکنم به او. ای که شما باید همون رشته ای که خواندیم باید میرفتیم به اونجا کار میکنیم، برای شما گاهی وقتا بعد از 16 سال تحصیل و شاید 20 سال تحصیل دردآور تمام نمیشه؟ خیلی واقعیت مشکله، ولی خب شرایط افغانستان ایجاد میکنه، چون که مشکلات زیاده، مصارف زیاده، مواد اولیه، مواد غذایی، هر چیزی که حال میبینه یک روغن بستایر مثال چند فرق کرده گرونه دیگه نمیشه. واقعیت بعد اداره بر جای هم میری، اکثر جا حال ارتباطات قوی داشته باشه به یک بسته یا یک جای بگیری، مشکل واقعیت بزیدی شرایط فعلی یک امنیت شغلی نیه. من خود مبالد خیلی بخشا فعالیت کردم، خیلی شرکت ها خیلی، ولی امنیت شغلی نداشتم، یک ارتباطات قوی نبوده که ما بتونیم به اونجا امنیت شغلی داشته باشیم، ولی باز مجبوریتی و چند راه امتحان کردم بالاخره برسیدم به دکانداری. نتیجه داده ای خوبه فعلا؟ فعلا خود نتیجه نداره، ولی باید صبر و تحمل کنیم دیگه، چاره نداره. ولی گرچه یک مزه هم خوب واقعیت نداره، ولی بر حالت باید شکر کنیم. یکم کار شما دیگه نیازهای لوکس میشه دیگه، درجه دو ولی نیه، نیازها درجه دوم درجه سوم. ولی خود فعلا مثلا به طور فرضی پارسال ما در نظر بگیریم نسبت به امسال که مثلا عید و رمضان و اینا عید تیر شد، خیلی فرق میکنه، یعنی بازارو از 100% برسید به 50%. وضع مالی مردم ولی خیلی خیلی خوب نیه، اصلا رو به بد شدنه. مردم وقتی که عواید نداشته باشن نمیتونن بدون شک. خب از درد دل بگذریم، امید کنم سر دل مردم رو ما وا میکنم، اینقدر درد دل دارن که اگر ما ساعت ها میگی گفتگو کنیم، درد دل در وجود همشهری ها ما هست، ولی با تمام اینا دیگه نباید ناامید بشیم، چون زندگی یعنی مبارزه و تلاش و پشت کار و ای که هیچگاه روی خور نباز. نه انشالله، توکل به الله، امید ما به الله، انشالله ناامید هیچ کنیم، انشالله توکل به الله، انشالله ای کشور آباد بشه، انشالله جوان ها موفق و به روزی ها خوب برسن. بسیار خوب. چند نوع عطر داریم؟ آیا عطر وطنی هم داریم که بیروت تولید بشه؟ نه، ما عطر ما که هست اسانس اینه، یعنی بیشتر ما کار روغنیر میکنیم، بیشتر یعنی از خارج از کشور، مسئول کشور آلمان و فرانسیه. متاسفانه یا بدبختانه بگم اصلا خود افغانستان مخصوصا هرات اصلا در تولیدی عطر و اینا ضعیف بودن. نیه واقعیت نیه، حال محصولات کلن ما در جهان مصرف کننده شدیم، واقعیت کشور مصرفی متاسفانه. خب ولی تولیدات داخلی ما هم زیاد شده، گیروش کنیم نگیم ایر ما کلی نگیم، ما شرک صنعتی داریم در هرات که مال فکر کنم 40 قلم بسیار مرغوب تولید میکنه و تولیدات داخلی باز مسائل مصرفی بازار هرات کم کم به سمت داخلی میره، مثلا نوشیدنی، ظروف دیگه، خیلی از وسایل مواد غذایی زیاد ایراد به سمت خودکفایی میره، اما اگر بگذارن، اگر بگذارن حال خوان ما مسئول ما زعفرون که هست، زمین برداشت زمین خود ما، محصولات داخلی خود ما، یعنی خیلی هم کیفیت داره نسبت به زعفرون ایران از لحاظ کیفیت، خود شما مجریانه که چند سالت مقام اول به جان میگیره که چند نمونی زعفرون و عسل هم بیاریم که ببینیم حداقل این محصولات وطنی نشان بدیم تا اینکه رشد بکنه و دهقان ما که کار میکنه. دو نوع زعفران داریم، یکی که هست اوتو یا رو چی دستکام خوش میکنه، اینا هم اوتو میشه، یعنی این مسخال میدیم سر میدیم اینا گرامه، به اساس گرامه، گرام نظر به زعفران فرق میکنه. سوپیر نگین داریم، نگین داریم، چند گرم داریم، این 10 گرم داره، 10 گرم گرام 80 وزال. خب کیلو چند دیاله؟ کیلو چند؟ کیلو بین 20,000 تا 45,000. چقدر بود؟ لک بود؟ لک و 30,000 بود. من خودم یک وقت چی میکردم، متاسفانه تاجرام ها سوء استفاده میکنم واقعیت جنس، چون که حال به خود اگه به ترکیه یا به دبی یا اینا بره حال ببریم کیلو 70,000 80,000 بیشتر هم شاید فروش بره، ولی متاسفانه یک قانونی نیه، یک اصولی نیه که پیگیری بشه که درست. بله
و اصل اینام تولیدات هرات ها؟ اینام که اصلا هم که هست اصلا بند سبزک هرات هست، یعنی مسئول خود هرات هست، یعنی از لحاظ کیفیت و انشالله هر کس برده راضی هم شکر خدا. اصلا مخصوص فروشگاه دیابت اصلا که تکلیف قند و تکلیف شکر و اینا داشته باشن انشالله فایده دار 100%. درست مسئول کافل هم خارجی ها دیگر خارجی ها دیگر کار نداریم، ما همین مسئولات وطنی بود که البته فارم های زنبورداری هم بسیار زیاد شده در چند سال گذشته در ولایت هرات و در شهر هرات و از طرفی هم خود زعفران هم خود هرات پایتخت تولید زعفران افغانستانه و خوشبختانه زعفران افغانستان اعلی و درجه هی که در سطح دنیا که همه ساله خوشبختانه اول میشه، برخلاف چیزا دیگه هم که ما به جهان اول هستیم، ولی یک چیزی که حسن خوبی داره مایه افتخار هست امی دعاقین و زعفرانکارا هستن که همیشه پرچم ما در سطح بین‌المللی بالا میکنن و افتخار میآفرینن. بیروز و موفق باش. همچنان موفق و کامگار و موفق سلامت باشیم. ما را همراهی بکنیم بازم در این ساحه قدم بزنیم. خب بازم پیش میریم و ببینیم که دیگه موفق میشیم با کی صحبت بکنیم. در هرات یک مشکلی خوردی که ما داریم، خیلی خیلی مردم علاقه ندارن که مصاحبه کنن و یکی از تغییراتی که در ساحه‌ای که ما قرار داریم آماده در چند سال گذشته، یک ساختمانی هست که فکر کنم شفاخانه ساخته میشه در این ساحه و ببینیم که ساخته میشه که نمای مقبولی داره و بر صورت یک پیشرفتی هست در شهر هرات و اینجی جایی که تار تو اینا تیار میکنن و پوش میکنن. سلام علیکم، مونده نباشه. خب این کاکا جان بخیرین، نام شما چیه؟ خلیفه عثمان. خلیفه عثمان، چند سال میشه که اینجی دکان داریم خلیفه؟ میشه 7 ساله. 5 سال. دکان تارت میگم چی میگم؟ سد دوزی بله. سد دوزی چی وسایل سد میدوزی؟ سد دوزی یعنی زینا موتور اینا میدوزی. زینا موتور. کاربر چطور کاکا جان؟ خوبه یا نه؟ الحمدلله. راضیم. زگور میشه. به می ساحه دکان داریم شما. خود شما خونم از این منطقه از این چاره امیر صاحب اسماعیل خان. خونه بکرواته. بکروات. بسیار عالی. اینا احتمالاً دیگه برای نماد استفاده میشه، لوگوها، باشگاه‌ها، دیگه هنرپیشه‌های قدیمی که عکس‌های نزده به اینجی. درسته. یک ستر به چند یک موتور یا سه‌چرخ ست پوش میکنه؟ ستر پوش میکنه به 3 سر. به 3 سر. سه‌چرخش داره؟ سه‌چرخ نداره. کار سه‌چرخ نداره. بسیار عالی. کاروبار کمتر نشده نسبت به چند سال گذشته؟ چری فرق کرده کارو. چی تاثیر داشته؟ امنیت، کرونا؟ تاثیر امنیته. امنیت نباشه کاری نیه. درسته. و از این قصه بکنیم که چند سال میشه شما به هرات زندگی میکنید؟ به هرات دیگه از اومقدیم عدیم هراتیم. زاده هرات. چقدر تغییر کرده این ساحه؟ این ساحه مثلا 20 سال 25 سال پیش رشد کرده نکرده؟ نمیفهم از این قسمت ما اولی نداریم از این قسمت بیست. نداریم از یه. تشکر کاکا جان. خیر باشین. پیروز باشین. خب. گزارش خود خاتمه میدیم به این بخش، خدا کنه که خاطرات شما تازه شده باشه و بخشای برای شما نشان دادیم. یک گلایه باشه از همه شما بکنم، همه ندگی اونایی که اشتراک میکنم که خب گلایه ای نیست، ولی دوستایی که هیچ اشتراک نمیکنن لایک کنین، کامنت بدیم، سابسکرایب کنیم صفحه ما رو و گزارش ها رو با دوستا خود شریک بکنیم که اونا هم بتونن ببینن. کسایی که الان دل نابری افغانستان و مخصوصا هرات تنگ شده این گزارش ها رو عیف نبینن. حتما نظریات خود بنویسیم برای ما در پایین این ویدیو، همه اشتراک کنیم، تنبلی نکنیم دیگه. درست گزارش رو میبینیم لذت میبریم، ولی دوست دارم که همه اشتراک بکنیم تا اینکه ما هم رشد بکنیم به کنار شما عزیزان. وقت شما خوش، خدا نگهدار. Thank you.